موج تازه اعتراض‌های خونین در عراق، هشت شعبی در کانون مناقشه. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم چرا معترضان عمدتاً شبه نظامیان همسو با ایران را مقصر می‌دانند. همینطور در برنامه امشب اصرار دولت روحانی انکار مجمع تشخیص مصلحت، دلیل شک و تردیدها در الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو چیست؟ در 28 مرداد 1332 مسئله بودن یا نبودن ملت ایران در پیش بود. صدومین تولد محمد رضا شاه پهلوی، نگاهی به کارنامه او در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران. و حضور جنجالی همایون شجریان و علیرضا قربانی در ایران مال. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در عراق اعتراض‌های خونین علیه دولت، اعتراضی علیه گروه‌های مسلح همسو با حکومت هم تلقی شده، اعتراضی با نزدیک به 50 قربانی ظرف 3-4 روز. شعارها علیه ناکارآمدی اقتصادی دولت است و حرکت‌ها در جهت به چالش کشیدن نظم سیاسی و امنیتی که هشت شعبی تجسم آن است، جریان‌های مسلح همسو با ایران. اعتراض بیشتر در مناطق شیعه نشین جریان داشته. از نظر بسیاری معترضان پیوندهایی پیدا و پنهان با مقتدا صدر دارند. روحانی جوان شیعه با شعارهای ملی گرایانه و کم و بیش انتقادی علیه ایران. چرا بخشی از این ناآرامی‌ها مخالفتی آشکار با ایران تلقی می‌شود؟ دولت عادل عبدالمهدی توان کنترل اوضاع را دارد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. با وجود اینکه رهبران معترضان عراق گفتند فعلا اعتراضها را متوقف خواهند کرد، امروز هم در بغداد و شهرهای دیگر تظاهراتی برگزار شد. در تظاهرات امروز تعداد کمتری شرکت کرده بودند، اما در نقاطی به خشونت هم کشیده شد. از جمله در اینجا ناصریه، پلیس بر روی معترضانی که قصد داشتند خانه مقام‌های دولتی را به آتش بکشند آتش گشود. در بعضی از شهرها نیروهای امنیتی با گاز اشکاور با معترضان مقابله کردند، اما معترضان همچنان مقاومت می‌کنند. امروز تولدمه، اومدم میدان تحریر تا با برادرام و دیگر معترض‌ها برخلاف میل دولت جشن بگیرم. اومدم تا از اونا حمایت کنم. نیروهای امنیتی عراق در 4 استان جنوبی مقررات منع عبور و مرور برقرار کردند. استانهای بصره، واسط، بابل و زیقار. وزارت کشور عراق در بیانیه اعلام کرده از معترضان حمایت می‌کند و با کسانی که خرابکار می‌نامید بر طبق قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد کرد. جمعی از معترضان امروز خیابان‌های بغداد را از آثار برجامانده از تظاهرات دیروز تمیز کردند. امروز ما داریم کشورمون رو تمیز می‌کنیم. این کشور ماست، نه کشور دزدا. کشور ماست و ما توش زندگی می‌کنیم. عده از جوانان عراقی معترض هم شب را در میدان تحریر صبح کردند. دولت 15 ساله از ما می‌دزده. صدام رفت و 1000 تا صدام در منطقه سبز پنهان شدند. ما جوانیم. آینده ما چیه؟ مدرک تحصیلیمون فقط روی دیوار آویزونه. بذارین نشونتون بدم. این مردم عراقن. من فقط همین 10000 دینار رو دارم. یعنی 8 دلار. بیکاری یکی از عمده‌ترین دلایل این اعتراض هاست. کل انسان موجود. هر انسانی در هر کشوری حقوق مشخصی داره. ما ساده‌ترین حق رو هم نداریم. از هر حقی محرومیم. من از دانشگاه عراق فارغ التحصیل شدم در رشته رسانه، اما بیکارم. همه همکلاسیام به جز دو نفر بیکارن. اونا هم در تلویزیون محلی کار میکنن که احزاب مذهبی اونا رو اداره میکنن. پارلمان عراق امروز جلسه خود را که قرار بود در آن درباره اعتراض‌های یک ماه گذشته صحبت شود لغو کرد. اعلام شده تعداد نمایندگان حاضر به اندازه کافی نبوده. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفته حاضر نیست استعفا کند، اما وعده داده کابینه‌اش را ترمیم کند.
اعتراض‌ها که حدود یک ماه پیش آغاز شد به بیکاری، فساد و مشکلات اقتصادی در این کشور نفتخیز است. به نظر می‌رسد معترضان هم فعلا در خیابان‌ها باقی خواهند ماند و بر سر حرف خود خواهند ایستاد. فرین عاصمی، بی بی سی. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ماست و همینطور سینا عزودی پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تمپا در ایالت فلوریدای آمریکا. آقای هاشمیان، بیشتر اعتراض‌ها رنگ و بوی اقتصادی داره، ولی چرا در این مناقشات نگاه‌ها و انگشت اتهام بیشتر به سمت هشت شعبی، گروه‌های مسلح همسو با ایران؟ دلیل اصلی اینه که هشت شعبی و گروه های وابسته به ایران یک نوع دوگانگی در داخل عراق ایجاد کردن. من فقط مثال میزنم از گروه اصایب که آقای قیس خزعلی اونها را رهبری میکنه. این گروه 35 شعبه در داخل عراق داره، ساختمان های بسیار مجلل با شبکه‌ای از اعضای فامیل و قبیله و امثال اینها و شبکه‌ای که تنیده در اقتصاد و سیاست عراقه. یعنی اگر کسی با اینها در ارتباطه میتونه شغلی رو پیدا کنه، میتونه به یه جایی برسه، میتونه حتی یک مغازه باز کنه. اما کسی که با اینها ارتباط نداره بسیار بسیار تحت فشاره. این دوگانگی رو تمام گروه های وابسته به ایران در داخل عراق ایجاد کردن. حالا این گروه ها مسلحن و وقتی مردم میان به خاطر این نابرابری، این دوگانگی اعتراض میکنن، همین ها هستن که به طرفشون شلیک میکنن. در واقع مردم وقتی میگن هشت شعبی و گروه های وابسته به ایران، به این دلیل میگن که قشنگ دیدن که چه کسانی با اونها تیراندازی کردن. به همین خاطر الان نفرت عمومی از این قضیه خیلی بالاست و به اعتقاد من دولت هم نمیتونه این وضع رو درمان کنه. آیا عزودی، کلمه نفرت عمومی تا چند اندازه از نظر شما درست و دقیقه؟ ما اعتراض ها رو بیشتر در مناطق جنوب، خصوصا مناطق شیعه نشین دیدیم. من از کلمه نفرت استفاده نمی کنم، ولی اینی که یک نارضایتی عمومی در عراق وجود داره در اون شکی نیستش. ببینید، عراق از زمانی که آمریکا بهش حمله کردش و اون سیستمی که صدام درست کرده بود که اقلیت سنی بر اکثریت شیعه حکومت میکنه و اون رو از بین برد، عملا عراق شدش یک منطقه که ایران به شدت برش نفوذ داره و به خاطر مسائل مذهبی و البته فرهنگی. و از اون زمان عراق شده، با اینکه اینم بگم که با اینکه عراق و ایالات متحده و ایران جفتشون منفعت مشترک دارن در یک عراق باثبات، ولی عملا یک منطقه شده برای یک به اصطلاح یک جنگ نیابتی برای نفوذ در اون کشور و به اصطلاح بهای اون جنگ رو مردم عراق دارن میدن. حکومت اکثریت شیعه‌ای که بر عراق حکومت میکنه به شدت به ایران نزدیکه. نخست وزیر فعلی که الان هستش، این یکی از به اصطلاح نزدیکترین نخست وزیرانیه که به آمریکا هستش، ولی باز هم اینها شیعه ها رابطه نزدیکی به ایران دارن. بنابراین این نارضایت عمومی به نظر من یک چیزی هستش که بله، من با حرف آقای هاشمی موافقم، این در عراق وجود داره. آقای عزودی ببخشید، قبل از اینکه من سوالم رو از آقای هاشمیان بپرسم، گفتید یک جنگ نیابتی جریان داره، منظورتون این هست که پشت این اعتراض ها عربستان سعودیه یا آمریکاست؟ نه، آمریکا که مسلما نه. ببینید، برای اینکه همونطور که گفتم هم ایران هم عراق در یک عراق باثبات منفعت دارن، برای همین هم هستش که در جنگ با داعش جفتشون با هم همکاری میکردن. ولی اینی که عربستان دوست داره که عراق نزدیک به ایران باثبات باشه، نه، من فکر نمی کنم. عربستان ترجیح خواهد دادش که عراقی که به ایران نزدیک باشه ضعیف و بی‌ثبات باشه. آقای هاشمیان، تا چه اندازه میشه گفت که این اعتراض ها به دلیل جنگ نیابتی هست که آقای عزودی بهش اشاره میکنن؟ بعضی ها میگن که پیدا یا پنهان جریان صدر با این اعتراض ها همراهی میکنه. میدونیم که جریان صدر
رابطه خیلی راحت و روشنی با ایران نداره، هر از گاهی هم انتقادی بوده نگاه اونها به سیاست ایران در عراق. جریان صدر مهمترین نگاهش در عراق به مرجعیت شیعه آقای سیستانیه. در زمانی که آقای سیستانی به شکلی دور بود یا موضع گیری نمی کرد، طبیعتا صد اونچنان صحبت تند نمی کرد، ولی وقتی گزارشی که منتشر شد و بعدش آقای سیستانی در نماز جمعه موضع گیری شدیدی کرد نسبت به دولت آقای عادل عبدالمهدی، ما دیدیم که آقای صد و گروه صد از جمله کسانی شدن که دعوت به تظاهرات کردند. یعنی این تظاهراتی که از روز پنجشنبه آغاز شده، یکی از بانیان اون و یکی از دعوت کنندگان اون گروه صدره. بنابراین صدری ها الان درگیر این تظاهرات و منطقه صدر در شرق بغداد هم به شدت در این تظاهرات درگیره. منتها نباید فراموش کنیم که نخست وزیری که الان در عراق قدرت داره، خودش توسط صدری ها و گروه آمری به قدرت رسیده. یعنی یکی از کسانی که نخست وزیری آقای عادل عبدالمهدی رو تثبیت کردن و ایشون رو نخست وزیر کردن، گروه صدری ها هستن. صدری ها قبل از تظاهرات یک موضع‌گیری دیگه داشتن نسبت به عادل عبدالمهدی، الان بعد از تظاهرات و بخصوص بعد از قتل ها و کشتارها یک موضع‌گیری دیگه است. حالا بایستی دید که در مرحله بعدی آیا توافقی صورت میگیره در این زمینه یا نه. تا حالا پارلمان عراق دو بار خواسته تشکیل جلسه بده ولی موفق نشده. آقای عزودی، اگر یک طرف جریان صدر کم و بیش دخیل هست، طرف دیگر هم گروه های همسو با ایران، آنچه که در عراق شاهدش هستیم نوعی کشمکش و جنگ قدرت بین شیعیانه؟ 100%. اول که باید در نظر داشته باشیم که کلن آقای سیستانی از منتقدین این ایده ولایت فقیه هستن و کل با اینکه ایرانی الاصل هستن، ولی خیلی رابطه خوبی با رهبریت ایران ندارن. یه مقدار جنگ به اصطلاح مرجعیت هم هستش بین در عراق و در ایران. ولی یه نکته که خیلی به نظر من جالب بودش، عکسی بودش که من فکر می‌کنم آقای سعد بودن که چند وقت پیش در مراسم مذهبی بودش که با آقای خامنه‌ای و مقامات ایران گرفته شدن. آقای سر جزو کسانی بودند که جزو کسانی بود که گفته می شدن از با ایران رابطه خوبی ندارن. ولی نکته که برای من خیلی جالب بود، اون عکسی گرفته شد که بودن تو مراسم و در محرم امسال بود که مقتدی صدر در بیت آیت الله خامنه‌ای دیده شد و عکسی هم منتشر شد بسیار نزدیک با آیت الله خامنه‌ای. ادامه بدید. بله، و دقیقاً، و اون به نظر من اون نزدیکی که با آقای خامنه‌ای منشست به نظر من یک پیام سیاسی خیلی مهمیه که چقدر آقای مقتدی صدر الان به سمت ایران گشته. چون هر کسی، یعنی معمولاً توی فرهنگ سیاسی ایران کسانی با آیت الله خامنه‌ای نزدیک‌تر میشینن که رابطه نزدیکی هم باهاش دارن و این یکی جزو پیام‌های سیاسی معروفه. برابر این نکته که باید خیلی توجه کردش بهش. آقای هاشمیان، معنا و مفهوم این چی میتونه باشه؟ یک طرف گروه های همسو با ایران، طرف دیگر هم مقتدی صدری که آقای عزودی اشاره کردن همین اواخر در بیت آیت الله خامنه ای دیده شده. این عکسی که با آقای خامنه ای گرفته شده به هیچ وجه به این معنا نیست که صدر کاملا پیرو آقای خامنه ایه. همینطور شما اگه یادتون باشه آقای صدر هم با ملک عبدالله پادشاه سعودی هم عکس داشته و نه فقط عکس بلکه فیلم هم داشته. من معتقدم که صدر با توجه به شرایطی که در عراق الان جریان داره و بخصوص شرایطی که در تظاهرات و خیابان میگذاره تصمیم گیری میکنه. خونه صد در منطقه شرق بغداد به روی همه بازه. یه نفر بلند میشه مثلا طرفدار ایران، اونجا میره صحبت میکنه به نفع ایران، خب فردا میبینیم که آقای صد یه مقداری به طرف ایران موضع گرفت. یه نفر دیگه مخالف ایران میره خونه آقای صد، بازم میبینیم که یک دید دیگه ای داره. دید آقای صد هیچ وقت ثابت نیست، ولی در حال حاضر با تظاهر کنندگان بر علیه
حکومت یا دولت آقای عادل عبدالمهدیه، منتها چون که الان هم دیدیم که آقای سیستانی یه مقداری به تغییر دولت آقای عبدالمهدی سرد شدن و یعنی داره یک سیگنال هایی میده که فعلا نمیخواد عادل عبدالمهدی رو تغییر بده، من فکر میکنم که موضع گیر صد هم در همین صد باشه. بسیار خوب. آقای هاشمیان گفتند که امیدی به این ندارن که دولت عراق بتونه اوضاع رو کنترل بکنه. آقای عزودی شما چی فکر میکنید؟ هنوز رشته کار از نظر شما دست طبقه حاکم در عراق هست که رابطه نزدیکی هم دست بر قضا با ایران دارند؟ بله 100%. یعنی این باز به همون حرفی که گفتم برمیگرده که زمانی که سال 2003 آمریکا به عراق حمله کرد و سیستم سنی بر حکومت سنی بر شیعه را سرنگون کرد، عملا از اون زمان شیعه هایی که اون زمان با ایران خیلی رابطه نزدیکتر داشتن روی کار اومدن و فکر میکنم آینده هم همینطوری خواهد بودش. برای اینکه ما حالا همینی که اقل اکثریت شیعه هستش، همینی که ایران مسلما نخواهد گذاشت حالا با دستگاری، با اعمال نفوذ، با هر وسیله‌ای که شده سعی خواهد کردش که یک عراق با حکومت اکثریت شیعه و با ثبات رو در سمت خودش نگه داره و اون به نظر من مقدار زیادش به خاطر اون رقابت قدرتیه که با عربستان داره توی منطقه. بسیار ممنونم از سینا عزادی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی از فلوریدای آمریکا با ما، و همینطور حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ما. بگو مگو بین دولت ایران و منتقدانش بر سر لوایح مربوط به FATF بالا گرفته. در تازه ترین مورد محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته تصویب نکردن این لوایح عملا باعث می شود ایران خودش را تحریم کند. در مقابل منتقدان دولت میگویند تصویب این دو لایحه و پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی راه دور زدن تحریم‌های آمریکا را می‌بندد. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. مقر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در پاریس دفتر کار یک نهاد بین دولتی هم هست که چند سالی است نامش در ایران ورد زبان‌ها شده. کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF که هدفش بستن راه‌های استفاده از نظام بانکی بین‌المللی برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. نهادی که همین یک هفته پیش یک بار دیگر به ایران چند ماه مهلت داد تا به دو کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد. کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو. اگر ایران تا فوریه 2020 به نگرانی های ما پاسخ درستی ندهد و به موافقت نامه پالرمو و کنوانسیون های تأمین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF نپیوندد، تمام معافیت ها به صورت کامل برداشته خواهد شد. لوایح پیوستن به این کنوانسیون ها مدت هاست در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دولت برای تصویب آنها بیتاب شده. 4 ماه فرصت داده شده در این طول این 4 ماه اگر ما این اقدامات نکنیم میگه در جلسه دیگری تشکیل نمیشه، اوتوماتیک ما میدیم تو لیست سیاه و عملا دیگه ما خودمون تحریم کردیم راجع به روابط بانکیمون با دولت. ما باید شفاف به مردم اعلام بکنیم که دولت و مجلس آن کارهایی که لازم بوده انجام دادن، اگر مانعی هستش همونجا که مانع تراشیده همونجا باید صریح مسئولیت رو بپذیریم. نباید بگذاریم متهم میشیم که در سیستم بانکی ما داریم به تروریسم کمک میکنیم. هفته پیش خود رئیس جمهوری ایران هم نیت منتقدان را زیر سوال برد. آقا 4 تا لایحه خودمون، لایحه‌ای که دولت تصویب کرده، مجلس هم تصویب کرده، چرا یه عده مانن؟ چرا یه عده جلو دولت و مجلس ایستادن؟ و معاون اول او هم گفت آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم حامی تصویب این لوایح هست. ما در جلسه سران سه قوه 2 بار یا 3 بار تصویب کردیم که این دوتا لایحه برای اداره کشور الان بسیار ضروریه. هر دوباره که تایید کردیم آقا تایید کردن که این لوایحتون تصویب بشه چون لوایح داخلی هست.
ولی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت ادعای اسحاق جهانگیری را رد کرده و اصولگرایان منتقد هم دولت را به زورگویی متهم کردند. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته نمی شود آقای رئیس جمهور چون رئیس قوه است و زور دارد بخواهد با ادبیات دیکتاتور مآبانه دستگاه های دیگر را مرعوب کند که آنها نظر رئیس جمهور را تامین کنند. حتی از رهبری هم هزینه می کنند و نسبت دروغ به رهبری می دهند تا افکار عمومی را در این زمینه با خود همراه کنند. تصویب این لوایح راهی برای احیای تحریم های آمریکاست. می خواهند با CFT مسیرهای دور زدن تحریم ها را مسدود کنند. تحریم های آمریکا دسترسی ایران به نظام بانکی بین المللی را تقریبا غیر ممکن کرده. اتحادیه اروپا زمستان پارسال اعلام کرد که برای حفظ برجام سازوکار ویژه‌ای به نام اینستکس ایجاد می‌کند تا تجارت با ایران امکان پذیر بماند. سازوکاری که هنوز تأثیر واضحی نداشته. موضوعی که مدت هاست گلایه اصلی مقام‌های ایران از اروپایی هاست. ولی اروپایی‌ها می‌گویند تا وقتی ایران در لیست سیاه FATF است، اینستکس بی اینستکس. بهرنگ تاجدین، BBC. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، بعضیا میگن که با وجود تحریم‌های سنگین هنوز منافذی هست که ایران میتونه با این لوایح از اون منافذ استفاده بکنه، اقتصاد رو بچرخونه. بعضیا میگن نه، برعکس، منافذی که هست و از اون منافذ میشه تحریم‌ها رو دور زد، این لوایح می‌بنده. به نظر شما کدوم تلقی درستیه؟ حالا هر دوش درسته. این که منافذی وجود داره که تردیدی سرش نیست. ایران یکی از بزرگترین وارد کننده مثلا مواد غذایی اولیه برای دام وارد کننده خیلی از کالاهای اساسی است. اینا تو ایران هنوز وجود داره، هرچند گرون شده، بنابراین هنوز دسترسی داره به شبکه بانکی، اما دسترسی شفاف نیست. ببین، واقعیت هستش که عملکرد اشتباه حکومت باعث شده سر یه دوراهی قرار بگیره در یک موقعیت متناقض. از یک طرف واقعیت هستش که اگر CFT و پالرمو رو بپذیره، بخش بزرگ چون جرم‌انگاری در واقع داخلی در مورد پولشویی و تروریسم عوض خواهد شد به مرور زمان، بخش بزرگی از فعالیت‌های دستگاه نظامی، سپاه پاسداران و غیره جرم‌انگاری خواهد شد و آمریکایی‌ها راحت‌تر میتونن شبکه مالی سپاه آیت الله خامنه‌ای رو ردیابی کنن. اینو درست میگن. از اون طرف اگر در واقع ایران نپذیره، این منافذ موجود بسته میشه. آنچه که آقای ظریف گفته، حتی چین و روسیه هم دیگه با شبکه بانکی ایران کار نمی‌کنن و در واقع همون گشایشایی که در هفته‌های اخیر بین ایران و امارات مثلا ایجاد شده، همه اینها هم بی اثر خواهند شد. بنابراین هر دو طرف درست میگن و علت این تناقض ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. تقریبا یک ساله که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مونده. گفته میشه که جناحی که نزدیک به هست با آیت الله خامنه ای، جناحی که نزدیک است به سپاه پاسداران مخالفن. بعضیا میگن نه، مخالفت ندارن. چرا آیت الله خامنه ای خودش موضوع رو فیصله نمیده؟ این همه از اون نقل قول میشه، بارها بوده که حرف زده، در یک زمینه ای نظر خودش رو بیان کرده و قائل تموم شده. این بازی سیاسی آقای خامنه‌ای دوباره تصمیم گرفته وسط لحاف بخوابه، دوباره تصمیم گرفته در واقع طوری رفتار بکنه که بعداً هر اتفاقی بیفته بتونن بگن رهبر فرزانه انقلاب گفته بود، رهبر فرزانه انقلاب حق داشت. ببینید، یک نمونه جالب، اواخر خرداد 1397 طبق نامه آقای روحانی و آقای جنتی که اول تیر ماه منتشر شد، یکی از نمایندگان مجلس منتشر کرد، در مصوبه 29 خرداد 1397 سران سه قوه در واقع شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم میگیرن در بند 8 مصوبهش هستش که ایران باید هر 4 تا لایحه مربوط به FATF رو بپذیره و آقای خامنه‌ای رو تایید میکنه. این یکی از همون چیزاییه که اسحاق جهانگیری میگه. همون روزی که آقای خامنه‌ای این رو امضا میکنه، ظاهرا با یکی دو روز این ور اون ور، 30 خرداد 1397 آقای خامنه‌ای سخنرانی عمومی داره. تو سخنرانی عمومیش به صراحت میگه که دلیلی نداره ما به این کنوانسیون ها بپیوندیم و تازه پشت سر اینا حرف میزنه، میگه اینا منافع استعمار رو پیگیری میکنه و غیره. برای واقعیت نیستش که آقای خامنه‌ای دوره دوگانه بازی میکنه. سر برجام هم همین کار رو کرد، قبلش هم همین کار رو کرد. این در واقع یه جوری گروگان گرفتن منافع ملی، یه جوری فدا کردن منافع 80 میلیون آدم واسه مثلا آبرو یا اعتبار در واقع تبلیغاتی یک نفر. خیلی خوب، اگر اینطور هست که آیت الله خامنه‌ای تردید داره، خیلی موضعش معلوم نیست، مجلس موافقه، آقای روحانی، دولت هم موافق، لایحه هم یه مدتی معطل مونده، چرا دولت نمیتونه این رو اجرا بکنه؟
گفتم بخش های بزرگی از قدرت منافعشون در تضاد با این لوایح هست. حکومت در مقابل یک دوراهی است. ببینید اگر قرار باشه CFT رو ایران بپذیره، اون موقع بخش بزرگی از سیاست خارجی ایران، تقریبا تمامی کمک هایی که ایران میکنه، از شیخ زکزاکی شما بگیرید تا حماس و حزب الله لبنان، اینا همش به عنوان جرم تلقی خواهد شد، حمایت از تروریسم خواهد بود. اگر ایران همین پالرمو رو بپذیره، همون اصول اولیه پالرمو رو بخواد اجرا بکنه، بخش بزرگی از اقتصاد امروز ایران پولشویی است. حتی خیلی از این وبسایت‌های اینترنتی که همه میدونن مال سپاه، مال فلان نهاده، اما بودجهش معلوم نیست از کجا میاد. بخش بزرگی از این فعالیت‌های اقتصادی سپاه، حتی اونجایی که بردسازی میکنه میبره تو حوزه فرهنگ، اینا همش میشه پولشویی. برابر این دوراهی ذاتی حکومت. اگر ولی خب آقای مهدوی‌زاده ببخشید، خیلی از کشورهای دیگه چنین لوایحی رو تصویب کردن، اجرایی هم میکنن، ولی اقدامهای مشابهی میکنن، به نهادهای مختلفی در خارج از خاک خودشون کمک میکنن، نگاه امنیتی خودشون رو همچنان در حوزه اقتصاد و در حوزه سیاست پیاده میکنن. مسئله شفافیته. بله، ایالات متحده این کارو میکنه، انگلستان این کارو میکنه، اروپایی ها این کارو میکنن. منتها بخش بزرگی از کاری که ایران میکنه غیر شفافه. الان شما لوایح بودجه 30 سال اخیر ایران رو ببینید، حتی در حد یک سنت شما نمیبینید که توش دیده شده باشه، مجاز شمرده شده باشه که ایران مثلا به حزب الله لبنان کمک کنه. خود آقای حسن نصرالله میگه ما تمام بودجهمون رو از ایران میگیریم. مشکل در واقع شفافیت، این یک. دوم، اون کشورهایی که در واقع این مثلا پالرمو رو اجرا میکنن که میشه تقریبا تمام کشورهای دنیا، چیزی به نام سپاه پاسداران ندارن. اونها چیزی حدود 60% اقتصادشون در اختیار یه دولت موازی، یه نهادی که مردم نمیشناسنش کی نیست. در واقع 60% اقتصادشون بیرون از نظارت نیست، بنیادها رو ندارن، یه آستانهای قدس رضوی رو ندارن. 60% اقتصاد ایران در واقع در اختیار کسی است که مسئولیت نمیپذیره، و همین در واقع تمایلش به اینکه اینها شفاف نشه، اینها روشن نشه، مسئله رو گره زده. یادتون باشه رئیس سابق صدا و سیما که استعفا داد، او در خاطراتش میگه که مثلا موقعی که من رفتم بررسی کردم، دیدم آگهی های تبلیغاتی صدا و سیما یه عدد هنگفتی بزرگتر از اون چیزی بود که به ما میگفتن. الان حتی دولت ایران نمیدونه صدا و سیما چقدر یه موضوع خیلی ساده و غیر امنیتی دقیقاً آگهی داره. برای چون شفافیت اینجا به بحران اصلی، به مشکل اصلی تبدیل شده، طبیعتاً بخش بزرگی از قدرت منافعش رو از دست میده و مقابلش ایستاده. اظهارات شما مربوط بود به آقای سرافراز، محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما. ممنونم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ما. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. دولت آمریکا سازوکار تازه ارائه کرده تا از محدودیت شرکت‌ها و دولت‌ها برای معامله کالاهای انسان دوستانه با ایران زیر سایه تحریم‌های آمریکا کاسته شود. این سازوکار جدید اما با توجه به نبود قوانین مربوط به شفافیت مالی در ایران به نوعی تعریف شده که می‌تواند شرایط معامله دارو و غذا با ایران را اتفاقاً سخت‌تر هم بکند. سپیده قلیان فعال کارگری با وثیقه 1,500,000,000 تومانی از زندان آزاد شد. خانم قلیان پارسال در جریان اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود. دادگاه او را به 18 سال زندان محکوم کرده. خانم قلیان اخیراً در اعتراض به آنچه فشار نهادهای قضایی و امنیتی بر خانواده‌اش عنوان کرده، اعتصاب غذای خوش کرده. همزمان با خبر آزادی سپیده قلیان، چند روزنامه‌نگار و فعال کارگری دیگر هم از زندان آزاد شدند. مرضیه امیری، روزنامه‌نگار روزنامه شرق که در روز کارگر بازداشت شده بود. ساناز الله‌یاری و همسرش امیر حسین محمدی فر هم حدود یک سال پیش بعد از شرکت در اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه در تهران بازداشت شده بودند. امیر علی امیر قلی هم که در همان اعتراض‌ها شرکت کرده بود آزاد شد. عاطفه رنگریز فعال مدنی هم که در روز کارگر بازداشت شده بود جزء آزاد شدگان امروز بوده. سباستیان پینیرا رئیس جمهوری شیلی قول داده وضعیت فوق العاده را در چند شهر شیلی لغو کند. این شهرها از یک هفته پیش صحنه اعتراض‌های گسترده به وضعیت نامناسب استاندارد زندگی بوده. وعده آقای پینیرا یک روز بعد از تظاهرات صلح‌آمیز بیشتر از 1,000,000 نفر در سانتیاگو پایتخت شیلی داده شده. حضور نیروهای ارتش در خیابان که یادآور دوران دیکتاتوری در شیلی است باعث خشم معترضان شده.
ماریا بوتینا شهروند روس که در آمریکا به این اتهام که عامل روسیه است بازداشت و محاکمه شد، با سپری کردن مدت محکومیتش آزاد شده و به روسیه بازگشته. کسی که خود را فعال دفاع از مالکیت اسلحه خوانده بود، در دادگاه آمریکا بابت تلاش برای نزدیک شدن به سیاستمداران با هدف اثرگذاری بر امور داخلی آمریکا مجرم شناخته شد. هادی نیلی گزارش می‌دهد. ماریا بوتینا که در آمریکا به عنوان یک عامل کرملین محکوم شد، در بازگشت به روسیه میگوید روس‌ها برندند. این پایان یک فصل از پرونده قطوری است که مخالفان دونالد ترامپ درباره ادعای نفوذ روسیه بر ستاد انتخاباتی او تدارک دیدند. پرونده که روسیه آن را سراسر ساختگی و جعلی خوانده. خانم بوتینا حالا 30 ساله، چند ماه پیش در دادگاه آمریکا اول منکر شد که خطایی کرده، ولی بعد پذیرفت که عملاً به عنوان عامل روسیه رفتار کرده بدون مجوز و برای نفوذ در میان گروه‌های سیاسی تلاش کرده، محکومیتی که برایش حکم 1.5 سال حبس در پی داشت. در آمریکا اگر کسی بخواهد به عنوان عامل یک دولت خارجی عمل کند، باید این را به دولت آمریکا اعلام کند. قانونی قدیمی که البته در واشنگتن عده بسیاری هم چندان خودشان را پابندش نمی‌بینند. ماریا بوتینا دیروز جمعه از زندان تالاهاسی در فلوریدا آزاد شد، با این شرط که فوراً خاک آمریکا را ترک کند. موقع اعلام میزان محکومیت او، قاضی گفته بود مدت زمانی را که در بازداشت گذرانده هم به عنوان بخشی از 18 ماه حبس او محاسبه می‌کند. اقدامی که زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر او به روسیه را فراهم کرد. در فرودگاه مسکو پدرش از او استقبال کرد و چند روزنامه‌نگار هم برایش گل آورده بودند. این زن متولد جنوب سیبری به گفته خودش از 10 سالگی با اسلحه دمخور شده. در آمریکا گروهی به نام حق حمل سلاح تشکیل داده بود برای حمایت از آزادی اسلحه. ماریا بوتینا از 6 سال پیش عضو مادام العمر انجمن ملی اسلحه در آمریکا شد، نهادی که قدرتمندترین لابی در ایالات متحده شناخته می شود. پایه ثابت گرد همایی های این لابی شد. در دادگاه متهم شد که قصد داشته با استفاده از ارتباطات این گروه بر سیاست خارجی حزب جمهوری خواه تاثیر بگذارد و موضع معمولا خصمانه ایشان را در قبال روسیه تعدیل کند. آزادی و بازگرداندن این چهره جنجالی پرونده تحقیقات اطراف ترامپ درست زمانی رقم می‌خورد که از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا و حلقه نزدیکانش به یک موفقیت حقوقی دست یافتند. دونالد ترامپ بارها تحقیقات درباره ادعای نفوذ روسیه در ستاد انتخاباتیش را زیر سوال برده بود و خواستار تحقیقاتی درباره این تحقیقات شده بود. حالا معلوم شده این تحقیقات مورد علاقه رئیس جمهوری آمریکا وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده و دیگر شکل یک پرونده کیفری پیدا کرده است. در روزهایی که مخالفان دونالد ترامپ دیگر درگیر پرونده‌ای تازه هستند و روند تحقیقات برای استیضاح او در مجلس نمایندگان که اکثریتش دست حزب مخالفش دموکرات هاست، هر روز چرخ تازه‌ای می‌خورد. هادی نیلی، بی بی سی. امروز 100 سالگرد تولد محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران است. شاه ایران یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران رو به نام انقلاب سفید در سال 1341 خورشیدی شروع کرد و در چند مرحله هم به اجرا گذاشت. در جریان انقلاب سفید، زنان ایرانی برای نخستین بار به حق رأی دست پیدا کردند و نظام ارباب و رعیتی از مناطق روستایی برچیده شد. مسئله‌ای که علمای شیعه به ویژه آیت الله خمینی آن را خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانستند و در روز 15 خرداد سال 1342 در اعتراض به آن اصلاحات با حکومت پهلوی درگیر شدند. اما انقلاب سفید چه بود و چطور شروع شد و چه تأثیراتی بر جامعه ایران گذاشت؟ کامبیز فتایی گزارش می‌دهد. بودن یا نبودن، مسئله این بود. در 28 مرداد 1332 مسئله بودن یا نبودن ملت ایران در پیش بود. مراسم ویژه روز 28 مرداد، طرفداران شاه در خیابان‌های تهران در ششمین سالگرد سرنگونی دولت محمد مصدق، کودتایی که حکومت پهلوی آن را قیامی مردمی توصیف می‌کرد، رستاخیزی ملی با دستاوردهای بزرگ برای ایران. سد کرج و سفیدرود رو به اتمام است و ساختمان سد دز شروع شده. تعداد کارخانه های کشور از 3000 به 10000 افزایش یافته. علی‌رغم تبلیغات حکومت، ایران آن روزها کشوری فقیر و بحران زده بود. 85% مردم بی سواد بودند، 75% رعیت.
رعایایی که فقط میتوانستند در زمین های اربابان و خانها کار کنند. نظام فئودالی نابرابری که با آرمان های شاه برای ایرانی قدرتمند و پیشرفته فاصله زیادی داشت. اگه ما برگردیم همونجا گفتم به کودتای 28 مرداد، خب میبینی اونجا شاه مصدق و این نیروهای ملی رو به اصطلاح شکست میده، اما واقعیتش اینه که هنوز شما وقتی برمیگردین به اصطلاح ساختار مجلس و اینا نگاه میکنین، اکثر کسایی که توی مجلس انتخاب شده بودن به خصوص از شهرستان ها، درسته، اینها کسای نمایندگان همین قشر فئودال بودن دیگه، خانواده های سرشناس فئودال در هر منطقه کسانی بودن که حالا یا پدر یا پسر مثلا می اومدن و راه پیدا میکردن به مجلس. اعلیحضرت همایون شاهنشاه که تاکنون 99 قریه و 25 اوبه از املاک سلطنتی را بین کشاورزان تقسیم کرده اند. با وجود تقسیم بخشی از زمین‌های سلطنتی، شاه تا مدت‌ها از به چالش کشیدن ساختار ارباب و رعیتی کشور پرهیز می‌کرد. اصلاحات به معنای درگیر شدن با ملاکان بزرگ بود که به خصوص در مجلس اکثریت داشتند و از حمایت روحانیت برخوردار بودند. در شرایطی که شاه به غیر از ارتشی نسبتاً ضعیف و مردانی چون شعبان جعفری پایگاه قابل توجه دیگری نداشت. اما با روی کار آمدن جان اف کندی در اولین روزهای دهه 1340 خورشیدی، فشار آمریکا بر شاه برای اصلاحات در کشور شدت گرفت. کندی و دستیارانش نگران بودند که فقر و نابرابری و فقدان آزادی‌های سیاسی ایران را دستخوش هرج و مرج و یک انقلاب کمونیستی کند. شاه و کندی اما رابطه سرد و پرتنشی داشتند. بنابر اسناد آمریکا، کندی شاه را رهبری متزلزل و فاقد پایگاه مردمی می‌دید و یک سال پیش از آن که شاه را به واشنگتن دعوت کند، گزینه کنار زدنش از قدرت را هم بررسی کرده، اما به این نتیجه رسیده بود که فعلا جانشین مناسب دیگری ندارد. هموطنان عزیز، ملت ارجمند ایران برای رسیدن به یک دموکراسی سالم به ایجاد جامعه‌ای که از هر حیث خوشبخت و سعادتمند باشد. به همین خاطر دولت کندی در ابتدا برای اصلاحات روی این مرد حساب می‌کرد. علی امینی، سیاستمداری که شاه او را به اکراه به نخست وزیری منصوب کرد. در همین روز آقای دکتر امینی به مناسبت اولین سال به کار افتادن علی امینی اما حدود یک سال بیشتر دوام نیاورد. او دشمنان زیادی داشت. سران ارتش، روحانیان بانفوذ، ملاکان بزرگ و حتی طرفداران محمد مصدق که با برنامه‌های دولتش مخالفت می‌کردند. با کنار رفتن علی امینی، شاه در تابستان 1341 وزیر دربار و دوست دیرین خود اسدالله علم را نخست وزیر کرد و خودش شخصا پرچمدار اصلاحات شد. جناب آقای دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی تگ گزارشی معروض داشت. کنگره تعاونی دهقانان در تهران در دهه 1341 که طی آن مجموعه اصلاحات ششگانه ای که حکومت حالا آن را انقلاب سفید شاه و مردم می‌خواند اعلام شد. الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لوایح قانونی ملی کردن جنگل‌ها، فروش سهام تارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. محمد رضا شاه پهلوی مخالفان برنامه اصلاحات خود را ارتجاع سرخ و سیاه می‌خواند که به گفته او با حرکت روبه جلوی کشور مخالف بودند. مخالفان اما اصلاحات شاه را یک ترفند سیاسی عوام فریبانه می دیدند. در این میان روحانیونی چون آیت الله خمینی می گفتند اسلام در خطر است، چرا که قرار بود به زنان حق رأی داده شود. علت نارضایتی دیگر روحانیت دست گذاشتن دولت روی املاک موقوفی مذهبی بوده. حداقل 10% زمین‌های مناطق روستایی کشور که درآمدش به روحانیان می‌رسید. شما اگر این فاکتورهای مختلف رو کنار هم می‌ذارین، می‌بینین که مخالفت روحانیت با شاه به نظر من به بخش زیادیش هم برمی‌گرده به اینکه منافع اقتصادی اینها در حوزه‌های مختلف مورد تهدید قرار گرفته بود و بنابراین حالا شاید دستاویز مسئله مثل حقوق زنان یا مثل مسئله کاپیتالیسیون سبب شد که آقای خمینی بتونه به اصطلاح قشر دور خودش جمع بکنه، ولی بدون شک میبینیم که ساختار اقتصادی اینها
دگرگون شده بود و به شکلی که مطلوبشون نبود. در میدان 28 مرداد که از جمله حوزه های اخذ آراس جناب آقای امیر اسدالله علم نخست وزیر حضور یافته، مانند سایر افراد مردم رأی می دهند. ششم بهمن 1341 روزی مهم در تاریخ معاصر ایران. برنامه اصلاحات حکومت پهلوی به رأی گذاشته می شود، در حالی که رهبران جبهه ملی و تعداد دیگری از فعالان سیاسی مخالف بازداشت بودند. در دهات ورامین اخذ رأی لوایح ششگانه اصلاحات مملکت همزمان با تهران در سراسر کشور اجرا شد. نتیجه یک رأی عاری قاطع بود، سرآغاز برشیده شدن نظام خان و خان سالاری، اعطای حق رأی به زنان و حرکت سپاه دانش ارتش به سمت مناطق روستایی. با تأییدات خداوند متعال. نقد تاریخی انقلاب سفید همچنان ادامه دارد. بحث بر سر اینکه آن مجموعه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شاه چه دستاوردها یا ایرادهایی داشته، یا اینکه انگیزه شاه چه بوده، ایجاد پایگاه مردمی محکمی برای خودش یا بهبود وضع زندگی مردم عمدتاً فقیر. اما علارغم همه اختلاف نظرات، بعد از گذشت بیش از نیم قرن حالا یک چیز روشن‌تر به نظر می‌رسد، اینکه آخرین شاه ایران با آن ابتکار عمل خود دگرگونی بنیادینی در کشور ایجاد کرد که آثارش تا به امروز باقی است. کامبیز فتاحی، بی بی سی، واشنگتن. کاظم علمداری نویسنده و جامعه شناس از لس آنجلس آمریکا با ماست. آقای علمداری، دلیل اصلی اقبال به پادشاه سابق ایران اون هم زمانی که زنده نیست در این مقاطع چیه؟ این روزها و این سالها بیشتر از گذشته درباره اون میشنویم. بله، خب هر جامعه‌ای بعد از اینکه تحول انقلابی رو پشت سر میگذاره فرصتی پیدا میکنه که بیشتر عقلانی فکر بکنه، کمتر احساسی. من فکر میکنم که امروز جامعه ایران با توجه به بدیل حکومت سلطنتی این فرصت رو به دست آورده در مقایسه که ارزیابی دقیق‌تر و عقلانی‌تر بکنه. من فکر می‌کنم که حکومت شاه، رژیم شاه از نظر اقتصادی و صنایع نطفه موفق بود، به خصوص در زمینه‌هایی که شما بهش اشاره کردید. تحولاتی به وجود آورد در حوزه کشاورزی، اگرچه اون برنامه کشاورزی به دلیل رشد درآمد نفت پس زده شد، ولی در هر حال جزء برنامه‌های اصلاحی اقتصادی و کشاورزی و صنعتی ایران بود که در این زمینه شاه موفق بود. اما در زمینه اجتماعی و فرهنگی با روحانیت مسئله پیدا کرد. البته در همون اوان این که این برنامه‌های اصلاحات انجام شد، روحانیت نمیتونست رو هضم بکنه. میدونید که نیروهای سیاسی مثل جبهه ملی هم عمدتاً شعارهای اصلاحات آری دیکتاتوری نرو میدادن. بنابراین در زمینه در حوزه سیاست رژیم شاه بسیار ناتوان بود، ناکارآمد بود و شکست خورد. حتی خواستها و شعارهای دوره مشروطیت رو، انقلاب مشروطه رو که آزادی بود، حکومت قانون بود، مقابله با استبداد و دیکتاتوری بود رو نتونست برآورده بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم در دوره اون به خصوص ذهنیت انقلاب، ببخشید، ذهنیت کودتای 28 مرداد در جامعه باقی مونده بود و جامعه نتونسته بود اون رو توجیه بکنه برای خودش. بنابراین در این شرایطی که هم درون ایران و هم به خصوص از خارج بر ایران تحمیل شد، این تحولات به وجود اومد. 40 سال از انقلاب میگذره، 30 سال شاید کمتر یا بیشتر از جنگ میگذره. شور و هیجان انقلابی همونطور که اشاره کردید فروکش کرده. اگر به امروز ایران نگاه بکنیم، این ارزیابی که شما اشاره کردید صورت گرفته، به معنای اقبال به یک حکومت سلطنتی است، مثلا نوعی از سلطنت مشروطه؟ نه، من فکر میکنم که این واکنش جامعه نسبت به شکستی است که جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده و انتظاراتی که مردم در انقلاب 1357 داشتن و برآورده نشده. و این شعارها و این خواستها و احساسی که نسبت به سلطنت
دوباره زنده شده ناشی از این است که مردم تصور میکنن بین این دو مقایسه بین دو حکومت تصور میکنن که در آنچه در گذشته بود به مراتب از آنچه که امروز هست بهتر است. البته با این نکته هم در نظر گرفت که نسلی که امروز به یک نوعی شعار مدافع طرفداری از سلطنت رو میده همون نسل نیست که انقلاب 1357 رو انجام داد، ولی گذشته از این مسئله بیشتر این شعارها واکنشی هست تا کنشی، به این معنا که از روی برنامه سازمان یافته با رهبری و خواست عقلانی نیست، بیشتر واکنشی است نسبت به آن چیزی که اتفاق افتاده و نبود هیچ بدیلی که جمهوری اسلامی رو نفی بکنه یا در درون جمهوری اسلامی بخواد تغییراتی به وجود بیاره. بنابراین اینها رو بیشتر باید من فکر میکنم که بیش از آن که عقلانی فکر کرد و برنامه ریزی باید یک واکنشی نسبت به فجایعی دونست که در جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده. ممنونم از کاظم علمداری، نویسنده و جامعه شناس از لس آنجلس آمریکا با ما. از محمد رضا شاه در سالهای پایان سلطنتش به عنوان ژاندارم خلیج فارس نام برده میشد. تغییر شرایط سیاسی در منطقه و تقویت توان نظامی ایران به شاه امکان میداد تاثیرگذاری سیاست خارجی خود را افزایش دهد. خشایار جنیدی خبرنگار ما میگوید که افزایش استقلال عمل شاه و تقویت بنیه نظامی ایران نگرانی بعضی از همسایگان ایران و سیاستمداران غربی را به همراه داشت. فروردین 1348، مارس 1969، دیدار با ریچارد نیکسون که تازه در آمریکا به ریاست جمهوری رسیده بود. در حاشیه تشییع جنازه دوایت آیزنهاور از رؤسای جمهوری پیشین، دیداری رضایت بخش برای محمد رضا شاه پهلوی. شاه نیکسون را دوست موافق با سیاست‌های منطقه‌ای خود می‌دید. از 1965 هدف کاملا به گمان من روشن بود. میخواست ایران رو تبدیل به یه قدرتی بکنه که دیگران واقعا جرأت معارضه باش نکنند. شاه که در دو دهه نخست سلطنتش همواره نگران همسایه قدرتمند شمالی شوروی بود، از آمریکا و متحدان غربیش برای تقویت ارتش ایران کمک میگرفت، ولی حالا در موقعیتی قرار گرفته بود که میخواست قدرت برتر سیاسی و نظامی در منطقه باشد. در دهه آخر سلطنت شاه فقید یک چالش‌های جدیدی برای ایران پیش آمد و در این حال به علت بالا رفتن درآمد نفتی ایران یک به اصطلاح فرصت‌هایی هم برای ایران پیش آمد که در واقع میشه گفتش که یک تحولی در سیاست خارجی ایران ایجاد کرد. برنامه بریتانیا برای خروج از خلیج فارس در سال 1971 و اعطای استقلال به شیخ نشین‌های ساحل جنوبی آن در کنار خصومت مصر تحت حکومت جمال عبدالناصر و تنش‌های مرزی با عراق، ایران را در موقعیتی ویژه قرار می‌داد. شاه از 1965، این 4 سال قبل از اینکه نیکسون سر کار بیاد، به محض اینکه شاه می‌فهمه انگلیس داره از منطقه خارج میشه، شروع میکنه به آمریکا و انگلیس گفتن که ما باید قدرت نظامی فائق اینجا باشیم و ما میتونیم امنیت اینجا رو تضمین بکنیم و شما دیگه نگران اینجا نباید باشید. جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا با همه خواسته های تسلیحاتی شاه موافق نبود. او بر توسعه اقتصادی برای مقابله با نفوذ کمونیسم در ایران تاکید داشت، ولی شاه ثبات را در سایه اقتدار نظامی می‌دید. اما ریچارد نیکسون که توان نظامی آمریکا را گرفتار در جنگ ویتنام می‌دید، ترجیح می‌داد با تجهیز ارتش ایران تأمین امنیت خلیج فارس را به شاه بسپارد. اصطلاح ژاندارم خلیج فارس رو اتحاد شوروی برای اولین بار گفت و بعد دیگه البته همه این رو قبول کردن. افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی کار را برای ایران راحت می‌کرد. ایران در فاصله سال‌های 1973 تا 76
یعنی بین سالهای 1352 تا 55 بیشتر از 8 میلیارد دلار برای خرید بهترین تجهیزات نظامی از آمریکا هزینه کرد. این رقم در 8 سال قبل از آن کمتر از 4 میلیارد دلار بود. در منطقه تنها ارتش‌های اسرائیل و هند توان رقابت را با ارتش شاهنشاهی داشتند. اما همزمان با پررنگ‌تر شدن نقش منطقه ایران و نقش آفرینی شاه در افزایش بهای نفت، نارضایتی در غرب از او افزایش می‌یافت. شیرین هانتر از اولین دیپلمات‌های زن ایران از نزدیک شاهد تحولات آن سال‌ها بوده. به من گفتن که نخست وزیر دانمارک با ایشون ملاقاتی داشت و شما باید برید در اونجا دست صورت جلسه بنویسید. ایشون در حدود یک ساعت با آمار و غیره به این نخست وزیر دانمارک گفتن که چرا ازدیاد قیمت نفت اصلا قابل ملاحظه با ازدیاد قیمت کالاهای صنعتی و غیره که کشورهای در حال توسعه دارن وارد میکنن نیست. موضوع میکنید. بنابراین ایشون واقعا در واقع یک لیدر جهان سومی شده بودن. در زمستان 1355 1977 رئیس جمهوری جدیدی وارد کاخ سفید شد که خواهان کاهش فروش خارجی تسلیحات بود. جیمی کارتر در عمل موفق به این کار نشد، اما در کل شرایط برای شاه در حال تغییر بود. بعد از 75 دوباره بحران اقتصادی که شروع میشه و بیماری خودش که شروع میشه و کارتر که میاد و موج تظاهرات که بالا میگیره، دوباره شاه تبدیل میشه به شاه همون 1945-51 که نظر انگلیس و آمریکا رو در کوچکترین مسائل جویا میشه قبل از اینکه تصمیم بگیره. شاه در مصاحبه ای کشورهای کوچکتر منطقه را به خاطر بلند پروازی هایشان به دون کیشوت تشبیه کرده بود. سرنگونی او به این کشورها فرصت رشد داد و زرادخانه عظیم خریداری شده از غرب هم صرف دفاع در برابر کشوری شد که شاه از مدت‌ها قبل بزرگترین خطر امنیتی برای ایران ارزیابی کرده بود. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. همایون شجریان، خواننده ایرانی، در واکنش به انتقادها درباره انتشار تصاویری از او در مجتمع ایران مال گفته که او تنها برای تهیه عکس و مصاحبه برای رونمایی آلبوم جدیدش به اونجا رفته بود. آقای شجریان در تصاویری که منتشر شده در کنار علیرضا قربانی، دیگر خواننده ایرانی، دیده میشه. این دو قرار است به زودی از آلبوم مشترکشون رونمایی کنند. ایران مال مرکز تجاری تجملی در منطقه 22 تهرانه. بعضی میگن که علی انصاری، مالک این مجتمع، با استفاده از روابط نزدیک خودش با بعضی از مقام‌ها از امکانات گسترده برخوردار شده. مریم زهدی همکارم حضور دنبال کرده اینجا با ما، یه مقدار در مورد این انتقادها بگو، ماجرا اصلا چی هست؟ ماجرا از اونجا شروع شد که یک تصاویر منتشر شد، تبلیغات و آگهی رونمایی آلبوم افسانه چشم‌هایت به آهنگسازی آقای علیزاده که آقای قربانی و آقای شجریان هر دوتا خواننده‌های خیلی محبوب و معروف ایرانی که در کنار هم برای اولین بار می‌خواستن یک آلبومی رو منتشر کنن. تصاویر اولیه‌ای که از این آلبوم منتشر شد، آگهی که منتشر شد و عکسی که منتشر شد از این دو نفر در کتابخونه همین مجتمع تجاری خیلی لوکس یا به قول جوان‌ها در ایران لاکچری در منطقه 22 تهران بود. در کتابخونه این مجتمع اینها وایساده بودن، عکس گرفته بودن. انتقادها شروع شد در شبکه‌های اجتماعی که من دنبال می‌کردم، خیلی زیاد انتقاد می‌کردن به ایشون که چرا وقتی حرف هست پشت این مجتمع و پرونده‌های عجیب غریبی براش، حالا نباید رسمی حرف‌هایی هست که زده شده ما هنوز ندیدیم که جای چیزی تایید بشه، که تخلفاتی وجود داره، مالکش مثلا نزدیک هست به بعضی از مقامات سیاسی به واسطه بعضی از این نزدیکی‌ها استفاده‌هایی کرده در
ساخت این به اصطلاح مجتمع تجاری، چرا اونجا رفته و چرا اونجا اصلا جای عرضه یک همچین محصول فرهنگی نیست؟ تا جایی که انتقادها اینقدر بالا گرفت، اون طرف هم داشت البته یه دم دفاع میکردن، ولی تا اون جایی بالا گرفت که روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست انتقاد کرد به شدت از آقای شجریان و نوشت که شما برای ایران بخوانید، مشخصا تیترش بود برای ایران بخوانید نه ایران مال، و مفصل در موردش نوشته بود. جالب اینه که بعضی هم سیاسی دیدن، چطور میشه که موضوعاتی از این دست بلا فاصله رنگ و بوی سیاسی به خودش میگیره؟ این اولین بار نیست که این اتفاق میفته در عرصه فقط در عرصه موسیقی نیست، در عرصه هنر، ادبیات، حتی ورزش. ما فوتبال مهدی ترابی رو داشتیم که کلی خبرساز شد کارهایی که کرد و نزدیکی ماجرای ورزش مثلا به سیاست. این دوتا خیلی وقته که قاطی میشه در جامعه ما و عملا یه جورایی اونقدر همه چی سیاست زده است که همه چی اینطوری در موردش قضاوت میشه. طرف‌های مختلفی داره، یه عده دفاع میکنن، یه عده میگن، حتی ماجرای افطاری، مهمانی افطاری آقای روحانی که بود، یه عده استقبال میکردن از هنرمندایی که نرفتن و شرکت نکردن. باز هم در شبکه‌های اجتماعی مفصل بحث بود در این زمینه. یا مثلا دیدارهای سیاسی که اتفاق میفته، مثلا دیدن آقای خامنه‌ای که میرن، اونایی که میرن خیلی ازشون انتقاد میکنن، یه عده میگن نه مجبورن که برن، یه عده دیگه میگن نه باید که اینطوری باشه. خلاصه در هر صورت یه عده همین وسط هستن که میگن اینها معیار سنجش کارنامه هنری، اجتماعی، ادبی، سینمایی افراد نیست و اصولا همه چیز رو سیاه و سفید و صفر و صد نباید دید و باید به جاش تحلیل کرد و دید که ماجرا از چه قراره. به متن نامه جوابیه که آقای همایون شجریان هم نوشته بود خیلی ها منتقد بودن. ممنونم از همکارم مریم زهدی که این موضوع رو برای ما توضیح دادن. اما ممنون از شما که تا این لحظه برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.